شما سوال کردن که باید ساعتا اینجا باید بشینیم و ایرا تحلیل و تجزیه کنیم. فقط در کل اگر مختصرا عرض بکنیم، کل مصیبت هایی که ما با او روبروستیم در حقیقت جهل ماست. ما در فلسفه تو تعبیر داریم که هر جایی که شما یک معلول میبینین تابع یک علت است. اسباب متعدد یک جا می شود، یک معلول را می سازد و یک علت می سازد و علت معلول را بار می آرد. مادامی که علت باشد، یعنی اسباب که دست تعاون برای تخریب شی ساخت داده است، این باشد، شما همیشه تکرار معلول را می بینید در همه عرصه ها. بعد علما میگن که ارگاه خواسته باشه که معلول از بین برود، نسبت حکم به سبب اولا کن. سبب اولای کل بدبختی های ما جهل بر دین ما، جهل بر خود ما، جهل بر کشور ما و جهل به منافع ملی ماست. خلاصه اگر عرض بکنم، مادامی که مردم افغانستان منافع ملی خود را تعریف نکنند، در امی بحران و بدبختی خواهند بود. بناهن تعریف منافع ملی یک قضیه ملی است. ای را تنها من جواب داده نمیتونم. ای را جمع از دانشمندها، متخصصین بشینن، تحلیل بکنن تا به اساس تعریف منافع ملی ما دوست را از دشمن تفکیک بکنه. به اساس تعریف منافع ملی اولویت های کاری خود را مشخص بکنه. به اساس تعریف منافع ملی قدم بگذاریم برای تجمع و توحید صف خود. ای اساسی ترین نقطه است. از این خاطر است که چون ما منافع ملی را تعریف نکردیم، هر کدام ما به سلیقه خود ما تعریف داریم. یکی قومش سرش گران می شود، از او طریق منافع ملی را تعریف می کند. یکی حزبش سرش غلبه پیدا می کند، از طریق از او منافع ملی را تعریف می کند. یک طرف جیبش سرش غلبه میکنه، از طریق منافع ملی را تعریف میکنه. یک طرف یک چیزی که میفهمه، از طریق هر کدام ما از زاویه های مختلف این تعریفات را شروع میکنیم. بنابراین مهم نقطه امی خود بود که ما کل ما قدم بگذاریم به تعریف منافع ملی. بعد هر سکتور در جای خودش امو بخش منافع ملی را حمایت بکنه. هر سکتور در بخش خودش امو بخش را حمایت بکنه تا آهسته آهسته پس به طرف توحید صف برویم. از این خاطر عرض کردم که منافع ملی شاخصهای مختلف داره. تجار در سهم خودش باید او را حمایت کنه، علما در سهم خودش باید او را حمایت کنه، استادای فاکولته و پوانتون خودش در سهم خود حمایت کنه، عوام ما در سهم خودش باید حمایت بکنه. هر کدام ما در هر سکتوری که قرار داریم بخشی از منافع ملی را باید حمایت بکنیم. این حمایتی که من میکنم در جای خود و تو در جای خود و او در جای خود، پس میرود به طرف یک کلکتیف واحد که ما تعلق میگیره به جامعه ما و بیرون شدن از این بحرانی که شما اشاره کردین. و جزاکم الله خیرا. یک دید.